های قد و نیم قد. سلام، اسم من هناست. من هر وقت میرم لب دریا با خودم فکر میکنم یعنی چه موجوداتی وسط دریا و زیر این پهنای آبی بزرگ زندگی میکنن؟ کدوم از همه مهربون تره؟ کدوماشون با کدوماشون دوستن؟ بچه‌هاشون با هم بازی میکنن؟ شما چی؟ شما هم از خودتون این سوالا رو میپرسین؟ امروز میخوام براتون یه قصه بگم درباره چند تا موجود که زیر اقیانوس کلی ماجراهای جالب دارن. اسم داستان هست اونجا که همه چیز میدرخشید. نور خورشید از عمق آب‌های آبی خودش رو رسونده بود به صخره‌های مرجانی رنگارنگی که کف اقیانوس رو پوشونده بودن. همونجا که مرجان‌ها، ستاره‌های دریایی، خرچنگ‌ها و ماهی‌ها و هشت‌باه‌ها هر کدوم مثل نور خورشید توی آبی اقیانوس می درخشیدن. هشت پای سرخ پاهاش رو توی دلش جمع و با یه حرکت صاف می کرد و به جلو پرتاب می شد و این طرف و اون طرف می جهید، درست مثل فرمانده ها. خرچنگ قرمز خال سفید هم چنگکاش رو به هم می زد و آواز می خوند. خانم ماندارین باله آبی و سرخش رو تکون میداد و زیر نور طلایی خورشید میرخسید. همه چیز زیبا بود. اما هیچ کس دلش نمیخواست اونجا زندگی کنه. چرا؟ چون اونجا هیچ کس با هیچ کس حرف نمیزد. همه فکر میکردن بهترین و زیباترینن و منتظر روزی بودن که تاج و تخت پادشاهی از بالای اقیانوس پایین بیفت و ملکه و پادشاه کل موجودات زیر دریا بشن. روزها و روزها یک نواخت میگذشتن تا اینکه یه روز صبح پوست نصفه یه نارگیل افتاد توی آب. پلامپ! همه ترسیدن. هر کدوم رفتن پشت صخره و یواشکی اونو نگاه کردن. یه دفعه خانم ماندارین با صدایی که بیشتر شبیه جیغ بود گفت خودشه، یه تخت واقعی برای یه ملکه واقعی. بعد نشست توش و گفت بالاخره معلوم شد ملکه واقعی این اقیانوس کیه. خرچنگ چقچق چنگاشو به هم زد و پوست نارگیلو کشید سمت خودش و رفت توی اونو گفت این دقیقا همون چیزیه که میخواستم. ببینین چقدر صدام توش قشنگتر و دلنشین تره. هشت با پوزخندی زد و پوست رو سمت خودش کشید و گفت آخه نمیشه که کسی بی دلیل پادشاه و ملکه بشه. همه با هم گفتن بی دلیل و پوست نارگیل رو رها کردن و شروع کردن به بحث. همه با هم حرف میزدن تا اینکه صدای بلندی اونا رو ساخت. دلغک ماهی سیاه و سفیدی بود که میگفت آرومتر، فقط یکم آرومتر، خواهش میکنم، اصلا حال زنم خوب نیست. همه برگشتن و دیدن خانم دلغک ماهی روی پوست نارگیل صدها تخم کوچولو گذاشته. خانم ماندارین به خانم دلغک ماهی گفت شما با اجازه کی روی تخت پادشاهی تخم گذاشتین؟ آقای دلغک ماهی گفت این که تخت نیست، بعدشم بچه هم که از تخت در بیان از اینجا میریم. فردای اون روز همه مشغول کارهای روزانه بودن که آقای ماهی داد زد به فریادم برسین. همه دورش جمع شدن. خانم ماهی قش کرده بود. خانم ماندارین تند و تند رو برش چرخید و گفت چیزی نیست، ضعیف شده، ما مراقبش هستیم. آقای ماهی گفت شما خیلی مهربونین اما ما باید تا 8 روز تخممون رو تمیز کنیم. من نمیدونم چطوری تنهایی این کار رو انجام بدم. و بعد خرچنگ و 8 بار رو نگاه کرد و گفت شما میتونین کمکم کنین؟ اونا با تعجب پرسیدن ما؟ و اینطوری شد که همه از صبح تا شب تخمهای ماهی کوچولو رو تمیز میکردن و مراقب خانم ماهی بودن تا بچه ها سالم به دنیا بیان. اولش زیر لب غر می زدن و شکایت می کردن. اما هرچی که بیشتر می گذشت خوشحال تر می شدن. چون بعد از مدت ها داشتن یک کاری انجام می دادن.
بالاخره یه روز بچه ماهی ها از تخماشون بیرون اومدن. بچه ماهی های بامزه با رگه های سیاه و سفید شروع کردن به شنا کردن. بابا ماهی گفت: ممنونیم که این مدت به ما کمک کردین. هیچ وقت فراموش نمی کنیم. خانم ماندارین گفت: یعنی میخواین برین؟ ماهی گفت: با اجازتون. خانم ماندارین سرشو پایین انداخت و گفت: میشه همینجا بمونین؟ بچه ها هم هر وقت بخوان میتونن با تخت پادشاهی بازی کنن. نور خورشید از عمق آبهای آبی خودشو رسونده بود به صخره های مرجانی رنگارنگی که کف اقیانوس رو پوشونده بودن. همون جایی که مرجان ها، ستاره های دریایی، خرچنگ ها، ماهی ها، هشت باها و دلغک ماهی ها هر کدوم مثل نور خورشید توی آبی اقیانوس می درخشیدن و می خندیدن. خب، امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه. کلی خوابای خوب ببینید. شبتون بخیر.